سال جدید رو با افی تهران شروع میکنیم. اپیزود سوم، اپیزودی که سکانس آخرش کلی سوال برامون ایجاد کرد. بریم ببینیم که میتونیم توی این ویدیو به این سوال جواب پیدا کنیم، جواب منطقی پیدا بکنیم یا نه. میتونیم احتمالا قرار تحلیل هم داشته باشیم. و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، فقط یه نکته رو میخوام بهتون بگم. این روزا مثل اینکه یوتیوب یه خورده دست از سر کچل ما برداشته، کمتر داره سابسکرایبرها رو میپرونه. درخواستم اینه که اگه کانال هنوز سابسکرایب نکردید، اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید همین الان، و اگه قبلا سابسکرایب کردید و الان پریده، دوباره این کار رو انجام بدید لطفا. دمتون گرم، بریم برگردیم. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. خوش اومدید به کانال خودتون شیرزاد فیلم. سال جدید رو تبریک میگم بهتون، امیدوارم که سال خیلی خفنی باشه براتون. راستشو بخواید امروز دوم فروردینه. آره، من یه خورده غمگینم، یه خورده که نزیاد. فرامرز اصلانی عزیز رو از دست دادیم، یکی از مهمترین واقعا آرتیستای موزیک ما و از کلا عرصه هنر ما، واقعا یکی از خفن ترین ها، یکی از جذاب ترین ها. و این خیلی غمگین تر هم میکنه که الان هنرمندای ما دور از وطنشون، دور از خاکشون و تو غربت زندگیشون به پایان میرسه. روحشون شاد. از همون اول شروع کنیم تا بریم برسیم به سکانس آخر. مهمترین نکته ای که تو اون سکانس اول توجه منو جلب کرد، اون دیالوگی بود که پدر آرمان به خاله آرمان گفت. گفت تو خیلی زورت میرسه، بگرد خواهرتو پیدا کنی بیاد بالا سر بچه‌ش. این خیلی برام عجیب بود، چون اون تایم مگه مادر آرمان کجا بوده؟ گذشته رفته؟ قضیه چیه؟ پس اون موقع داستان تصادف مادر آرمان جلوی در خونه‌شون چی میشه؟ میدونی؟ حالا این تفاوت زمانی وجود داره. اصلا اینا به کنار، اون اتفاق چیه؟ چرا رفته؟ و مادری که به گفته خود آرمان انقدر دوست داشته آرمان رو، چرا تونسته تنها بذارتش کنار خالش و یه مدتی حالا به قول پدر آرمان غیب بشه که کسی نمیتونه پیداش بکنه؟ این سوالی که برام پیش اومده و حتما بهش میپردازن تو قسمت‌های آینده، و امیدوارم که به یه سری نکات جالبی از زندگی آرمان برسیم از این طریق. شاید حتی به این برسیم که هنوز مادر آرمان نمرده باشه. ولی در مورد این که خیلی گفته میشه اون سکانس آخر، اون افعی مادر آرمانه، به نظرم اصلا اینطور نیست و این قضیه نمیتونه این شکلی باشه. حالا دلایلش رو جلوتر میگم و کاملتر توضیح میدیم این که کی میتونه باشه، هم نظرم رو میگم توی آخر این ویدیو. یه چیزی که خیلی ذهن من رو درگیر کرده تو این سه قسمت و احتمالا برای شما هم اینطوره، اینه که خیلی اینجوری چیدن که مثلا ما فکر کنیم پدر آرمان خیلی اذیت میکرد آرمان رو و خیلی تاثیر منفی گذاشته روی آرمان، یه سری اتفاقای بد براش رقم میزده. ولی خب ما به غیر از اون یه سکانسی که حالا انداخته سیر زمین، کلی اتفاق داریم میبینیم، کلی پلان حتی داریم میبینیم که محبت پدر آرمان به آرمان رو میخواد نشون بده. بعد از این برم داریم میبینیم که آرمان اونقدر هم بعدش نمیمده اون تایم از پدرش، و مثلا تو همون سکانسی که توی رستوران بودن اصرار بر این داره که خب منو بیار با خودت ببر. بیا منو با خودت ببر، من میخوام کنار تو زندگی کنم. خب اگه علاقه نداشته باشه که اصلا فرار میکنه، قد اصرار نمیکنه که میخوام کنار تو زندگی کنم. این برام عجیبه، یعنی چی باعث شده که انقدر یهو تاثیر منفی داشته باشه پدرش توی زندگی آرمان؟ چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که شاید پدر آرمان تو برهه های مختلف زندگی آرمان تنهاش گذاشته و اتفاقا همین قضیه انقدر یهو تاثیر منفی داشته توی زندگیش. مثلا همون جایی که حالا انداختتش توی زیر زمین، اونجا یه مدل تنهاش گذاشته، یه تایمی زندان بوده تنهاش گذاشته، اواخر دیدیم که اصلا در ارتباط نبودن، یا همین اینجا تو رستوران دیدیم که بهش گفت برو بیرون من میام، و دیدیم که پسر آرمان زیر بارون مونده بود و ما ندیدیم که پدره بیاد. شاید اینجا هم یه چیزی میخواست به ما نشون بده که اینجا هم تنهاش گذاشته، و این تنها گذاشتنه در نهایت باعث شده که آرمان، شخصیت آرمان، انقدر یهو تأثیر منفی بگیره. آقا این پسر خیلی وانمه که فکر کنم توی فیلم آتابای بازی کرده بود، اولین بار فکر کنم اونجا دیدمش اگه اشتباه نکنم. ولی اینجا دوتا تیکه انداخت به آرمان که واقعا کمدی ساخت. اونجایی که ایشون اومد وارد دفتر شد و یه سکانس طولانی داشت، و حالا جدا از مفاهیمی که بهش میپردازه تو اون سکانس، جدا از معضلاتی که بهش میپردازه، نمیدونم انواع روابط عجیب غریبی که این روزا باب شده متاسفانه، از اینکه حالا اصلا اومد نصیحت بکنه، یه جورایی خیلی هم ساده اومد نصیحت بکنه، هم اون کاراکتر رو هم مخاطبی که شاید درگیر این قضیه است رو اومد نصیحت بکنه، و جالبم نصیحت کرد با اینکه خیلی کلیشه‌ای بود شاید، و به اینم باز در کنارش اشاره کرد که این آدم که حالا نماینده قشری از آدمایی هستن که درگیر این روابط هستن، با اینکه میدونه کاری که داره میکنه خیلی اشتباهه،
باز همونجا تصمیم میگیره که به کارش ادامه بده و با اینکه میدونه اشتباه دوباره انجام بده این کار رو. هستن واقعا همچین آدمایی. این برام جالبه که این سریال روک داره حرفشو میزنه و خجالت نمیکشه. حالا همه اینو به کنار، اصلا به نظرم آرمان باید نقش اصلی رو بده به همین خانم. والا یعنی اومد گفت که من نمیدونم بدبختم، اومدم الان پشیمونم، اصلا نباید باش همچین رابطه‌ای داشتم و اینا، گریه زاری. بعد یه گفت حالا نقش اولو میدید به میانه. یعنی کار هر کسی نیست، واقعا نقش اول مال ایشونه. بعد اینکه نقش اول داره صحبت این میشه که طناز طباطبایی مثلا میاد نقش اول رو بازی کنه، مثلا طناز طباطبایی نیاد و این خانم نقشش رو بازی کنه. از کجا فهمیدن نقش اول باید خانم باشه؟ نقش اول فیلمی که برای عفیه تهران قرار ساخته بشه به احتمال زیاد خود عفیه تهران نقش اوله دیگه. آرمان از کجا فهمیده که زن بوده عفیه که حالا نوشته نقش اول رو که خانم باید باشه؟ این یه خورده عجیبه. من میرسم باز به همون تئوری که توی قسمت قبلی گفتم، اگه ویدیوشو ندیدید لینکش میاد این بالا ببینید. همون تئوری که گفتم احتمالاً همچنان، یعنی از قبل و الانم افعی و آرمان در ارتباط بوده باشن. بازی سحر دولتشاهی توی این قسمت به نظرم روان‌تر بود نسبت به قسمت‌های قبلی که نقد داشتم واقعا بهش. ولی در مورد بازی صرفاً دارم میگم، اون اکت و اون حالا میمیکی که انقدر خوش بود تو این قسمت اینطوری نبود، خیلی راحت‌تر بود، خیلی روان‌تر داشت جلو میرفت. ولی باز دارم میگم به عنوان حالا کسی که اومده مراجعه بکنه به این درمانگر آرمان، میخوام بگم پیمان، آرمان خیلی باهوش‌تر داره عمل میکنه تو اون موضوع و خیلی منفعله این درمانگر ما. یعنی سه جلسه مشاوره هیچ چیزی اضافه نکرد به آرمان، بله به مخاطب، به من، به ما خیلی چیز اضافه کرد و خیلی اطلاعات به دست آوردیم. ولی اینکه صرفا این سکانس‌های حالا لازم بود اینجا انگشتتو بشکونی، آره صرفا اینکه سکانس‌های مشاوره رو برای ما طراحی کرده باشن که ما اطلاعات کسب کنیم و برای خود کاراکتر آرمان هیچ کارکردی نداشته باشه، من نمی‌دونم، برام جالب نیست. امیدوارم که یه جا به دردش بخوره. اصلا به دردش هم نخوره. اینکه آرمان آدمیه که رو دروایسی نداره و بعد این سه جلسه که نتیجه‌ای نداشته طبیعتاً نباید دیگه میومد. حالا چرا داره میاد؟ احتمالاً خوشش اومده. خوشت اومده دیگه، قبول کن. یکی از مهمترین چیزه که این سریال به نظرم قرار به ما نشون بده این تغییر روی کرده کارکتری مثل آرمانه توی زندگیش. یه دیالوگ گفت خود آرمان، گفت اصولی که تو رو از هدفت دور بکنه به چه دردی بخورن هستن. یعنی بعد 50 سال واقعا به این جمله رسیده ها، 50 سال پایبند بوده به اصولش و الان داره میگه که اصولی که تو رو از هدفت دور بکنن به چه دردی میخورن. و اینو ما قراره که توی زندگی خودمون هم احتمالاً حس بکنیم، توی حالات زندگیمون شاید به سری اصولی پایبند باشیم توی تمام زندگیمون، ولی پایبند 100% این اصول بودن شاید ما رو از خیلی از هدفامون دور بکنه. شاید یه جا لازم باشه که 10% از این اصول، از این تفکراتمون کوتاه بیایم. واقعا شاید یه جا لازم باشه. شاید یه جا لازم باشه 50% کوتاه بیایم. شاید یه جا جون خودمون، خانوادهمون شاید در خطر باشه و لازم باشه 100% اصلا کوتاه بیایم از اصولی که شاید کل زندگیمون رو باهاش گذروندیم و پایبندش بودیم. نمیخوام بگم یه اتفاق مثبت یا یه اتفاق منفیه، میخوام بگم وجود داره و زندگی همینه. و برای آرمان که 50 سال شاید پایبند بوده و با کلی بالا پایین این پایبندی رو حفظ کرده، الان داره میبینه که شاید اشتباه کرده. و این تغییر روی کرد رو توی عمل آرمان هم داریم میبینیم. ما این که مثلا تم به سانسور میده، این که میره توی برنامه‌ای که هیچ وقت علاقه نداشته تو شرکت کنه به عنوان منتقد شرکت میکنه. یه سری سکانس داشتیم از آرمان و همسر سابقش که سکانس‌های طولانی بود ولی جالب بود. به یه سری نکاتی اشاره میکنه که شاید تابو باشه، شاید خیلی 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 کمتر آدم‌ها در موردش با هم دیگه حرف بزنن، ولی قشنگ میاد نشون میده و میکوبه واقعا تو صورت حالا من مخاطب. مثلا یه جایی بود که ما میدونیم که این دو نفر از هم دیگه جدا شدن، خودشون هم طبیعتاً میدونن و توافقی هم جدا شدن و آرمان میدونه که مثلا همسر سابقش داره ازدواج میکنه. با این حال مثلا آرمان با یه خانومی میاد، همسر سابقش میگه که حالا چیز شد، مثلا غیرتی میشه. بعد همسر سابقش میخواد کارت بگیره از یه پسری، آرمان غیرتی میشه. میدونی چی میگم؟ با اینکه تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که این اومده آینه شمدون ازدواج بعدیشو بگیره. شاید بر بخوره به یه سری از مخاطبا وقتی اینو میبینن و بگه خب چیکار داری میکنی؟ ولی تو خودمون میدونیم که وجود داره. این حسه به هر حال وجود داره، مخصوصا هر چقدر هم کم. مخصوصا برای اینا که توافقی جدا شدن سر یه اتفاق خیلی عجیب غریب مثل حالا خیانت، این جدایی شکل نگرفته. حالا لابلای این سکانس‌ها یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد اونجایی بود که
آرمان یه دیالوگی گفت، من همیشه فکر میکردم که چرا خب هم اسم پسر اینا بابکه هم اسم نامزد جدید این خانم بابکه، خب چرا دوتا بابک آوردی توی کار؟ که مثل اینکه میخواستم برسم به همین دیالوگ، به جایی که آرمان شک کنه که نکنه وقتی که ما با هم بودیم و وقتی که پسرمون تازه به دنیا اومده بود تو از قبل این پسر رو دوست داشتی، این نامزد جدید رو دوست داشتی که اسمش بابکه و اومدی اسم بچه‌مون هم گذاشتی بابک. صرفا این شکه ها، نه اینکه در حقیقت اینطور بوده باشه، همین شکه هم به هر حال یکی از اتفاقایی که ممکنه بیفته برای هر آدمی. سریال به مسائل مختلفی میپردازه، تو این سه قسمت به مسائل خیلی زیادی پرداخته، حالا مسائل اجتماعی، سینما، پشت پرده سینما، و نقد میکنه. و این برام جالب بود که تو این قسمت فضای پشت صحنه نقدهای سینمایی رو هم نقد کرد، خیلی باحال بود. من یه سرچ کردم ببینم کفش دوزک که خیلی بهش اشاره میشه تو این سریال نماد چیه، دیدم که نوشتن نماد خوششانسیه. اگه اینطور باشه که خب احتمالاً آرمان میتونه که بالاخره بعد 50 سال فیلمش رو بسازه و کاراش خوب پیش بره. و حالا بریم سراغ سکانس آخر. یکی از خفن‌ترین بازیگرامون وارد این سریال شدن، خانم مریلا زارعی، بازیگری که تو اون سریال بد جیران انقدر خفن بود که من به خاطر فقط ایشون، به خاطر بازی خفن ایشون این سریال رو میدیدم. واقعا بازیگر درجه یک و خفنی هستن. تو همین چند تا پلانی که اینجا داشتن تو سکوت کامل فقط با میمیک کاملا اون چیزی که باید رو به ما منتقل میکرد. اول بریم سراغ این قضیه که میگن این مادر آرمان بود. این به نظرم کنسله. اصلا جدا از اون قضیه مرگ مادر آرمان، مادر آدمی مثل آرمان بیانی که تو سن 50 سالگیه یهو این مدلی نمیشه. یعنی سنی اصلا مشکل اینجا وجود داره و به نظرم امکان نداره که مادرش باشه. اینکه کیه رو نمیخوام دیگه راه دوری برم و نمیخوام تئوری های عجیب غریب بچینم. به نظرم همون، نه به نظرم نه، قطعا همون آدمیه که همون دختریه که تو قسمت دوم تو گذشته آرمان دیدیم اونجا بود. الان نشونتون میدم عکسشو، این همونه. و این پلانی که اونجا دیدیم هم 100% به نظرم کاشتی بود برای همین سکانسی که تو قسمت سوم آخرش دیدیم که ما حس کنیم که خب این کیه، احتمالاً همون دختر است. حالا اینکه این دختره کیه، باز نمیخوام راه دوری برم، حسم اینو میگه. خیلی دلی میخوام بگم که به نظرم آرمان یه خواهر داره و نمیخواستن تا الان، حالا بنا به هر دلیلی، نشون بدن به ما و نمیخواستن بهش اشاره بشه. حالا میخوام بهش اشاره بکنن و یه اتفاقای باحالتر و یه جزئیات جالبتری از آرمان و زندگیشون، گذشتهشون و اینکه حالا چرا خواهرش این کارو انجام میده. و حالا شاید همون تئوری که گفتم، شاید اصلا همچنان اینا با هم دیگه همدستن، چون یه علامتی نشون داد به آرمان. نمیدونم بهش دقت کردید یا نه، ما یه پلان دیدیم از دست خانم مریلا زارعی که داشت یه علامتی رو نشون میداد که من درک نکردم واقعا علامت چیه. این دستاشو تکون میداد، اگه به عدد باشه من حس کردم عدد 320 رو نشون میده. به نظرتون مفهوم خاصی داره؟ اگه فکر میکنید داره توی کامنتو بنویسید. اگه درک دیگه هم کردید از این علامتایی که نشون میداد حتما برام توی کامنتو بنویسید که ببینیم به چی میخوام برسن. ولی این نظر منه، به نظرم اینطوری قرار داستان جلو بره. حالا واقعا مشتاقم، یعنی بعد دو قسمتی که پایانشون اونقدر جالب نبود، پایان قسمت سوم واقعا خفن بود و من شدیدا منتظر قسمت چهارم هستم. حتما نظرتون در مورد قسمت سوم و کلا این سریال و این ویدیو توی کامنتا برام بنویسید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و اگه سابسکرایب نکردید، اگه خواستید سابسکرایب بکنید. دمتون گرم. اینجا یه ویدیو براتون پیشنهاد داده میشه، بررسی قسمت اخیر سریال خفن گناه فرشته. یه شستیم گذاشتیم کنار دیگه، حتما پیشنهاد میکنم که ببینید. دمتون گرم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. فعلا.